Hop. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها سلام، شبتون بخیر. از عصر گذشته، امیدوارم که حالتون خوب باشه، صحیح و سالم. حالا جلسه قبل ما توان صحیح را گفتیم، نماد علمی را گفتیم، یکی از سوالی داری بگی، در حد کتاب را گفتیم، تکمیلی هم نگفتیم. سوالی داری نیکان؟ فرداد آقای علوی شما. خب بریم سراغ رادیکال ها رو هم بگم، بعد برگردیم نمونه سوال حل کنیم این جلسه و جلسه بعد، ببینیم که چی به چی. خب بفرمایید. شما گفته بودین اگه یه رادیکالی ما بنویسیم که توش مثلا یه عدد تواندار باشه، یعنی توانش هم بذاشته، الان مثلا یه میشه مثال بنویسیم؟ من بنویسم یه دونه اینجا ببینم، مثلا یه رادیکال پرانتز آبه آی بلاوه به من های به چی؟ بلاوه به پرانتز بسته به توان مثلا دو. خب اینو مثلا الان توان دو با رادیکال میره داخل قدر مطلق نیست. بلاوه تا ندونی A و B چی هن، حاصلش مثبت میشه یا منفی، قدر مطلق هست. توی یه مسئله شرط میذاری، مثلا میگه A بزرگتر از B کوچکتر از صفر مثلا. نه یه همچین چیز نه، مثلا گذاشته بود A کوچکتر از صفر، B بزرگتر از صفر، یه همچین چیزی گذاشته. چه فرق هم؟ مثال دیگه، شما داری مثال میگی A کوچکتر از صفر، B بزرگتر از صفر. خب عدد میذاری اینجا ببینی آیا مثبت میشه یا منفی. A کوچکتر از صفر باشه منفی، مثلا منفی 3. خب نمیتونی بگی مثلا B ممکنه ای باشه 1، این میشه منفی. خب B بزرگتر از صفر میشه B رو میتونی مثلا بگیر 7، این نمیتونه اینجوری باشه، شرطش اشتباه میکنی. خب ضرب اگه باشه، آره ضرب باشه، آره اگه ضرب باشه یکیش مثبت یکیش منفی، آبی میشه ضربش. خب یک عدد مثبت ضرب داره یه عدد منفی میشه منفی، داخل قدر مطلق منفیه، قرینش میکنیم نه معکوس. حالا به جای آ به هر عددی قرار بدی با این شرط، جوابش میشه مثبت. به جای آ مثلا منفی 3 قرار بده میشه منفی در منفی 3 میشه مثبت 3. به جای B 7 قرار بدی میشه 3 ضرب در 7 میشه 21. بعد من دیروز چون نتونستم انرژی بسازم آبی رو اشتباه بودم. بله آبی اشتباهه، ریشه گیری. بچه ببینید در ریاضی هر عملی عکسی داره دیگه، درسته؟ من میگم ایکس میگم ایکس 5 علاوه 8 شده 13. عمل عکس میگم 13 منهای 8 میشه 5 یا 13 منهای 5 میشه 8. عمل عکس جمع میشه منها. اگر بگم 2 ضرب در مثلا 7 میشه 14 ضرب، عمل عکس ضرب چی میشه؟ تقسیم. 14 رو تقسیم بر 2 کنم میشه 7، 14 رو تقسیم بر 7 کنم میشه 2، درسته؟ حالا ما توی توان میگیم 5 ضرب در 5 چند میشه؟ 25. منفی 5 ضرب در منفی 5 چقدر میشه؟ 25. میشه مثبت 25 باز. خب حالا میخوام بگم چه عددی به توان چه عددی این داره واقعا 5 به توان 2 دیگه، درست دادم قبل از 25 یا اصلا توان نه، بذار اینجوری بنویسم
چه عددی ضرب داره خودش مساوی 25؟ خب چه عددی؟ 5 و منفی 5 دیگه، درسته؟ دارید میبینی. حالا اینو ما با نماد ریاضی بنویسیم، می‌نویسیم x یعنی چه عددی ضرب در خودش میشه به توان 2 شده 25. خب چه عددی ضرب در خودش شده 25؟ ما میگیم هر عددی ضرب در خودش هم مثبتش درسته هم منفیش درسته. میام می‌نویسیم x مساوی با مثبت و منفی. حالا اگر ما اون عدد را پیدا نکنیم از این علامت استفاده کنیم، ریشه دوم 25. ریشه دوم اگر ما اینو دوبار بنویسیم اینجوری می‌نویسیم مثبت ریشه دوم 25 منفی ریشه دوم 25. حالا اگر عددی پیدا شد که ضرب در خودش بشه 5، 25 می نویسیم. اگه پیدا نشد هم رادیکال یا ریشه دوم میمونه. پس ریشه گیری عکس توانه، ریشه دوم یا جذر عکس توان دو، ریشه سوم عکس توان سه هستش. درست شد؟ نه الان میرسیم به اونجا، فعلا نو با این مقایسه نکن. نکته هر عدد حقیقی مثبت دو تا ریشه دوم دارد، یکی مثبت و دیگری منفی. خب درست شد؟ اگر از ما پرسیدند، اگر سوال کردند، تمرین کتابتون هست، اگر از ما سوال کردند ریشه دوم عددهای زیر را بنویسید، مثلا ریشه دوم 49 64 81 70، خب میگم آقا هر عدد دو تا ریشه دوم داره. خب اگه پیدا کردی میشه مثبت 7 منفی 7. چرا؟ چون 7 7 49 تا منفی 7 ضرب در منفی 7 49. 64 چند تا ریشه دوم داره؟ دو تا. آقای علوی چند تا ریشه دوم داره؟ چی هستن؟ آقای علوی شما یکی مثبت 8 یکی منفی 8. 81 چند تا نیکان ریشه دوم داره؟ مثبت 9 منفی 9. 70 چند تا ریشه دوم داره؟ دو تا مثبت و منفی. آقا نمیدونم چه عددی ضرب در خودش میشه. رادیکال 70، رادیکال 70 ضرب در رادیکال 70 میشه 70 دیگه. چون هر عدد رادیکالی ضرب در خودش رادیکال از بین میره. خب این ریشه دوم. اگه کسی سوالی داره بگه، اگه ندارید این نکته رو با این سوال بنویسید. آقا سلام، خوب هستید؟ آقا سوال اول، همون اولش مثال زدید آبه رو گفتید، بله. گفتید زبر سه بشه چرا میشه مثبت؟ چون فرد منفی میشه که دوباره منفی در مثبت زبر سه بشه عدد منفی زبر. کدوم؟ گفتید آبه اول. خب آن سوالی که پرسیدن، چون آ مثبت، آ منفی، ب مثبت، یه منفی در یه مثبت ضربش میشه منفی دیگه. بله درسته؟ نه گفتید ضرب در سه بشه میشه مثبت. نه منفی سه ضرب در منفی میشه مثبت سه دیگه. آ درست. خیلی ممنون آقا، خواهش میکنم. داریم، ولی اون روش قدیم تو کتاب بود، سه رقمی، چهار رقمی، ده رقمی تو کتاب نهم بود.
اصلا اون روش حذف شده. آره ما اصلا از جز معمولا دو رقم اینا رو حدس میزنیم، سه رقم باشه حدس میزنیم. تو نیازی نیست اسمون، مثلا فرض بگیریم به ما میگن 361 جذرش چقدر میشه، ریشه دومش چقدر میشه، میگیم حدس میزنیم عدد نزدیکه راحت داره. میگیم 20000 داره 20 چقدر میشه 400، پس از 20 کمتره دیگه، 19 رو امتحان میکنم. توی اونجا مثلا شما ضرب کنید نزدیکترین قسمت اشاریش خیلی مهم نیست که شما دو نفر حدس میزنید با هم دیگه متفاوت باشه. میگم این اتاق چقدر میشه از اونجا تا اینجا، مثلا فرض بگیریم 8 متر، مثلا چه میدونم 6 متر، شما میگم 5 و نیم، حدودا 5 متر 5 و نیم متر، این حدودو میپذیریم. ولی مثلا 6 متر ما از شما بپرسیم شما بگی 2 متر رو نمیپذیریم. بعد همون تخمین زدنه برای دانش آموز کافی، چون دانش آموزایی که قبلا میخوندن دور دوم هیچ کاربردی نداشت، خب بعدم فراموش میشد. بذار ماشین حساب هست. شما اینو یاد بگیری که الان این از این پرده به این ور میگه آقا حدودا چند متر میشه، شما میگی 6 متر مثلا در 4 متر 24 متر، اینش کافیه. این که اگه دقیق میخوام حساب کنم خب متر برمیداریم دیگه، راسته. بعد این تو زندگی عادیمون به دردمون بخوره، مثلا رفتیم یه جایی یه اتاقی مثلا میخوایم تعداد نفراتون اردوی جایی که متر و اینا نداریم سری، آقا یه اتاق 20 متری حدودا باشه کافی. یه نفر میره میبینه آقا رفتم دیدم خوبه 24 متر مثلا 30 متر خوبه، همینقدر بقیهش دقیق. خیلی خوب آقا یه سوال. بله آقا من نزدیک اینترنت هم بد بود، ریشه گیری شد، پس مثلا ریشه گیری ریشه هر چیزی که میخوایم بگیریم یکی 9 در مثبت 9 در مثبت 2 میشه 8، یک منفی 2 منفی 9 میشه 8 شد. آره همین چون... میشه دیگه. آره هر عدد دو تا ریشه داره دیگه. اما دقت کنید اگر به شما گفتن فارسی ها جذر 9 چنده، می نویسیم مثبت 3 و منفی 3. ببین به شما بگن ریشه دوم سوال، ریشه دوم 9 چند است، یعنی چه عددی دوبار ضرب در خودش شده شده 9، می نویسی مثبت 3 و منفی 3، درسته؟ اگه پرسیدن سوال جذر 9 چند است، توی تستینا خب می‌نویسیم مثبت 3 و منفی 3. اگر سوال پرسیدن رادیکال 9 حاصل رادیکال 9 چند است، حاصل رادیکال 9 رادیکال 9 چند است. ببین این الان ریشه مثبتش از شما خواسته، ریشه مثبتش رادیکال 70، این ریشه مثبتش خواسته، منفیش از شما نمیخواد. میگیم رادیکال 9 علامت نداره، این مثبت، ریشه مثبتش ما می‌نویسیم مثبت 3، به خاطر همین میگیم رادیکال خالی همیشه جوابش مثبته، منفی نیست. اگر بنویسه منفی رادیکال 9 چقدر می‌نویسیم منفی 3، درست شد؟ پس از ما وقتی ریشه دوم میپرسن، جذر میپرسن، میپرسن چه عددی ضرب در خودش شده شده اون عدد، ضرب در خودش هم مثبت میشه هم منفی، ولی توی سوال اگه رادیکال باشه ما مثبتش رو مینویسیم، درست شد؟ نوشته باشن دو تاشو مینویسیم. آره درست شد. پس رادیکال خالی همون ریشه دوم و مثبتش هست، رادیکال پشتش منفی باشه ریشه دوم ریشه منفیش هست،
درست شد؟ خب اگه کسی سوالی داره بگه. سوالی نیست؟ ما هم بگو بینا. استاد سلام. سلام علیکم. استاد چون که پشت رادیکال منظور همون ضربه منفی رادیکال 9 با رادیکال منفی 9 فرق نداره دیگه نه؟ منفی رادیکال با 9 با رادیکال منفی 9. نه زیر رادیکال منفی نمیتونه باشه. نمیتونه؟ نه. میدونی چرا؟ چرا؟ هر موقع شما عددی پیدا کردی ضرب در خودش کردی حاصلش منفی شد زیر رادیکال میتونه منفی باشه. اون وقت بعضی وقتا مثلا ضرب در خودش آها آها فهمیدم. ببین شما هر عددی اگه دو سه تا عدد باشه ممکنه. ممکنه. من دو تا عدد دارم میگم. میگم عدد ضرب در خودش. شما یه عددی که داری یا مثبت یا منفی دیگه. بله. مثلا عدد شما مثبت 3 این ضرب در خودش میشه، عدد دیگه ای نمیشه که بشه منفی، میشه مثبت 9. عدد منفی 3 باز ضرب در خودش میشه، میشه مثبت 9. من میخوام از این دو از این 9 برگردم به عقب، یا اینو بنویسم یا نمیدونم که این بوده یا این بوده. آها منفی 9 اینجوری به دست میاد. وقتی میگن ریشه دوم، ما نمیدونیم که منظور سوال آیا منفی 3 ضرب در منفی 3 که 9 شده هست، یا مثبت 3 ضرب در مثبت 3 شده که 9. ما میگیم آقا دو تا عدد میتونه 9 را تشکیل بده، 3 ضرب در 3 منفی 3 ضرب در 3. پس ریشه دوم رادیکال 9 جواب ماست، که چون این ریشه دوم داره، یعنی عددی ضرب در خودش 9 میشه، میگیم آقا اون عدد مثبت و منفی 3 میتونه باشه. به خاطر این میگیم هر عدد حقیقی مثبت اگه منفی باشه ریشه دوم نداره، زیر رادیکال نمیتونه منفی باشه، اصطلاحا میگیم تعریف نشده است. پس این نکته را داشته یادتون باشه، عدد منفی ریشه دوم ندارد. خب نکته، رادیکال با فرجه زوج 2 باشه، زوجم باشه، 4 هم باشه، چون ما فعلا در حد کتاب کلا 2 و زوج باشد زیر رادیکال من عدد منفی باشه، آن را تعریف نشده در نظر میگیریم. تعریف نشده میگویند. فرجه دو چیه؟ مثلا عددی که اینجا نمیشه فرجه دیگه، الان دو را نمی نویسن ولی سه را می نویسن. ولی دو فرجه دو این ریشه دو، مثلا این منفی 4 تعریف نشده است. یعنی چی تعریف نشده؟ یعنی عددی نداریم ضرب در خودش بشه منفی 4. استاد فرجهش فرد باشه چی؟ میتونه، حالا به فرد میرسیم الان بعد از این. فرد میتونه، شما یه عدد 3 بار ضرب کنین حاصلش میتونه منفی باشه. بله من. درست شد؟ بله. خب ایلیا سوال داره؟ ایلیا سوال داری یا پاسخ سوال داری بگو. خب سوال داری باز کن، به سوالش بپرسون، خوابت نبره. خب ایلیا سوالی نیست. خب بریم سراغ ریشه سوم. چی؟ بریم سراغ ریشه سوم. بلندتر. سلام. سلام استاد، میخواستیم بگیم که اگه اینجوری باشه، یعنی منفی 3 در مثبت در میاد رادیکال منفی 9، درسته؟ آخه رادیکال عزیز من میگم عدد ضرب در خودش، شما یه عدد مثبت رو در یه عدد منفی ضرب می‌کنید. بله بله، درست. نه کلا یعنی منفی 3 ضرب در 3 میشه رادیکال منفی 9 دیگه.
اصلا منفی 3 ضرب در مثبت 3 رادیکال نمیگیریم که. ما میگیم آقا ضرب در خودش رادیکال میگیری، میگیم آقا چه عددی ضرب در خودش شده، شما یه عدد منفی رو در یه عدد مثبت ضرب میکنی، رادیکال نمیگیرن از این که. درست شد؟ ممنون است. خیلی. بله. ریشه دوم نمیگیره، رادیکال با فرجه دو نمیتونه داشته باشه، چون از قبل عددی نداریم ضرب در خودش بشه منفی، پس نمیتونیم ازش رادیکال با ریشه دو بگیریم. نمیتونیم بگیم چه عددی ضرب در خودش شده. خب وقتی شما از مثلا از 16 رادیکال میگیرید، یعنی از شما سوال پرسیده چه عدد مثبتی ضرب در خودش شده 4، 16 میگیم 4. خب وقتی اینجا مینویسه رادیکال منفی رادیکال 16، از شما سوال میپرسه چه عدد منفی ضرب در خودش میشه 16، میگیم آقا منفی 4 ضرب در منفی 4 میشه 16. ولی منفی بیاره پشت 16 دیگه نه، دیگه بیاره داخل رادیکال همچین عددی وجود نداره که ضرب در خودش بشه منفی. بعد هیچ موقع نمیگیم که منفی 4 ضرب در مثبت 4، این دوتا باید عین هم باشن، از این نمیتونیم رادیکال بگیریم، این معنی رادیکال نمیدیم، اینو به تقسیم انجام بدیم، بگیم آقا مثلا این منفی 16 منفی 16 تقسیم بر 4 میشه منفی 4، منفی 16 تقسیم بر منفی 4 میشه مثبت 4. وقتی 16 را داریم میخوایم بگیم که اون عددی که ضرب در خودش شده 4 به ما 16 به ما داده، اون عدد چیه؟ رادیکال میکشیم مثبت بنویسیم، یعنی اون عدد مثبتی که ضرب در خودش 16 را داده، منفی مینویسیم، یعنی اون عدد منفی که ضرب در خودش 16 را به ما داده. خب اما نگاه کنید، من منفی 2 را ضرب در منفی 2 میکنم، ضرب در منفی 2 میشه منفی 2 به توان چند؟ 3. درسته؟ خب حالا جواب چقدر میشه؟ منفی 8. پس من یه عددی را ضرب در خودش کردم شد منفی 8. حالا یه عدد مثبت را در خودش ضرب کنم 3 بار میشه چی؟ میشه مثبت 8. خب پس اگر بخوام بپرسم چه عددی 3 بار در خودش ضرب شده شده منفی 8، از این علامت استفاده میکنم، ریشه سوم منفی 8، یعنی فرجه 3. الان اینجا فرجه 3 هست، یعنی ریشه سوم. از ما سوال میپرسه چه عددی 3 بار در خودش ضرب شده شده منفی 8. خب اینا اگه جواب دقیق داشته باشن، دقت کنید جواب دقیق داشته باشن، شما عددهای کوچیک رو حفظ و آزمایش، اما اگر عدد بزرگ بود چیکار میکنید؟ میایید عدد زیر رادیکال رو تجزیهش میکنید، منفی 8 میشه منفی 2 به توان 3. خب اگر توان با فرجه برابر باشه ما چیکار میکنیم؟ رادیکال رو حذف میکنیم. فرجه فرد باشه میتونیم منفی بنویسیم، اما اگر فرجه زوج باشه نمیتونیم منفی بنویسیم. ما تو فصل 2 خوندیم منفی مثلا 5 به توان 2 را نمینویسیم منفی 5، این 2 را با فرج رادیکال با فرجه 2 خط بزنیم داخل قدر مطلق بنویسیم، این حواستون باشه، ولی با فرجه فرد قدر مطلق نمیخواد، این میشه 5. خب فرق این دوتا رو بدونید، درست شد؟ خب اینم معنی ریشه سوم. پس هر عدد حقیقی چه مثبت چه منفی فقط یک ریشه سوم داره، هر عدد حقیقی فقط، بذار اینو بنویسم، هر عدد حقیقی نکته، هر عدد حقیقی فقط یک ریشه سوم دارد. خب یا مثبته، اگر عدد مثبت باشه ریشه سومش هم مثبته، اگر خود عدد منفی باشه ریشه سومش هم
منفیه. یا مثلا ریشه سوم 8 8 مثبت میشه 2، ریشه سوم 27 میشه 3، ریشه سوم مثلا منفی 27 میشه منفی 3. درست شد؟ خب دیگه، خب سوال اگه دارم باز کن. بفرمایید. استاد ببخشید دستم بالا بود از همون سوال قبلی، معذرت میخوام. خواهش میکنم. استاد سلام، صدامو میشنوید؟ بله بفرمایید. الان پس شد اگه ما فرجمون زوج باشه میاریمش تو قدر مطلق، اگر فرد باشه نمیاریمش تو قدر مطلق، ولی اگه فرج منفی باشه بدون چونه چرا منفی جلوی عددی که از رادیکال میاد فرج نداشته باشه. گوش کن، فرج نداشته باشه یعنی فرجش دوه دیگه، عددی که فرج رادیکالی که فرج نداره آره فرجش دوه یعنی زوجه دوه. بله درست. باز. بعد اگه منفی باشه منفی و جلوی هر سوال ما نکته بگید اینو همین که الان تبا سوال کرد، مثلا وقتی منفی میره زیر قدر مطلق، وقتی فرجه نداشته باشی یعنی دوه، اینا رو هم نگه داریم. خب اینو تو فصل اول اینو تو فصل دوم بهتون گفتیم دیگه، ولی تو فصل دوم به شما ننوشتیم رادیکال آ دو مساوی قدر مطلق آ. نه آقا میدونم الان فرجه هم خوندیم، آخه فرجه سه دارم میگم دیگه، فرجهش دوه دیگه، نداره دوه دیگه، فرجهش دوه. یعنی فرجه اگه زوج باشه چیز قدر مطلق فرجه اگه زوج باشه با توان با فرجه برابر باشه، خب بله. رادیکال با توان ساده میشه داخل قدر مطلق می نویسیم، اما اگه فرج فرد باشه قدر مطلق نمیخواد. ما میخوایم بنویسیم نکته اگر اعداد اگر توان اعداد زیر رادیکال اگر توان اعداد زیر رادیکال با فرجه رادیکال برابر باشد، توان با رادیکال از بین می رود با این شرط که فرجه اگر زوج باشد حاصل را داخل قدر مطلق می نویسیم. بعد آقا یه سوال دیگه، فرجه وای سالا میگی بنویس، خود نوشتی؟ نه بگم تموم شد آقا. برای خودم دارم می نویسم. ولی فرجه فرد قدر مطلق نمی خواهد. حالا مثالاش من بالا می نویسم، بالا می نویسم در حد کتاب هم فرجه دو میخونید. مثلا رادیکال منفی 7 به توان 2 میشه قدر مطلق منفی 7 میشه 7، رادیکال ریشه 4 منفی 5 به توان 4 میشه قدر مطلق، این اصلا میشه قدر مطلق منفی 5 میشه 5، اما ریشه 3 منفی 8 به توان 3 باشه، توان با رادیکال از بین بره قدر مطلق نمیخواد، خودش می نویسه. متوجه شدی؟ آقای متوجه شدی یا نه؟
خب اینم از ریشه. بریم سراغ ساده کردن رادیکال ها. ضرب و اول ضرب و تقسیم بعد جمع و تفریق. ببینید به طور کلی در کتابتون اکثر رادیکال ها توانشون دیگه دوه، اکثرش. خب یه زمانی به ما گفتن حاصل را ساده کن، مثلا رادیکال 5 به توان 6، یا به طور کلی از عددهای تواندار میخوایم ریشه بگیریم. رادیکال ریشه سوم 7 به توان 12. خب توان بیشتر از فرجه است. یا مثلا رادیکال نمیدونم 6 به توان مثلا 10. خب در زمانی که توان بیشتر از فرجه باشه، شما برای اینکه رادیکال و ساده از بین ببری، توان را تقسیم برای فرجه میکنی. فرجه نداره دوه، میشه 5 به توان 3. به خاطر همین میگیم اگر عدد تواندار توانش زوج باشه جذر داره، توانش فرد باشه جذر نداره، چون عدد فرد به دو بخش وزیر نیست. یا مثلا 7 به توان 12 سوم، درسته؟ میشه 7 به توان 4. یا مثلا 6 به توان 10 دوم، میشه 6 به توان 5. یا نکته همواره داریم، چی داریم؟ ریشه انوم آ به توان ام. خب میشه آ به توان ام تقسیم بر ان. هر عددی که توانش کسری باشه اون عدد رادیکالیه، هر عددی که توانش کسری باشه اون عدد رادیکالیه. مثلا شما الان داشته باشید ریشه سوم 5 به توان 2، 2 به 3 بخش وزیر نیست. شما وردارید بگید آقا من 2 را تقسیم بر 3 میکنم، اشکال نداره. 5 به توان 2 یعنی یه عدد رادیکالی. هیچ موقع کس اینجوری نمی‌نویسیم، زمانی می‌نویسیم که توان به فرجه چی باشه؟ بخش پذیر باشه. توان به فرجه بخش پذیر باشه. توان یک داریم. مثلا اگر ما داشته باشیم ریشه دوم مثلا 7، توانش 1، فرجه 2. 7 به توان 1 دوم یه عدد رادیکالیه. دیگه ساده نمیشه، رادیکال میمونه دیگه، رادیکال از بین نمیره. شما چجوری یه عدد رو منفی ضرب میکنید؟ فرجه تعداد ضرب هاست، تعداد رو چجوری منفی شما میگی؟ من میگم آقا این عدد دو بار ضرب شد، الان میخوام اون دو بار رو برگردیم. دو بار دیگه منفی نمیشه که، تعداد منفی نمیشه، فرجه منفی نمیشه. یا حداقل اون چیزی که شما میخونید در ریاضیات های پیشرفته و نمیدونم کاربردینا، اونجا شما میتونید. استاد ببخشید. بله استاد، الان اگه ما یه فرجه داشت، اگه یه رادیکال داشته باشیم فرجه منفی باشه، عدد درون رادیکال منفی باشه، اینو چیکار می‌کنیم؟ بابا گفتم چجوری فرجه منفی میشه؟ آخه فرجه یعنی تعداد ضرب، تعداد چجوری منفی میشه؟ نداریم هیچی اصلا. بگم نه، دارم توضیح میدم تو متوجه بشی. نه نداریم. مگه میشه تعداد ضرب کنیم منفی بشه؟ آخه تعداد منفی باشه، تعداد تعداد یا هست یا نیست دیگه. من سوالمو همین الان گفتید یادم رفت، داشتم مینوشتم. گفتید اگه بخش پذیر نباشه فرجه و چیز، فرجه به توان تقسیم میکنیم یا نمیکنیم؟ نه دیگه نمیکنیم، دیگه نمیایم این رادیکال رو توان کسری بنویسیم. بنویسیم هم همون خودشه دیگه، هیچ کار خاصی انجام نده. آه یعنی سر امتحان بعد بنویسیم یا ننویسیم؟ ننویسیم. آیکیو صده، باید بگیم هست یا نیست، توضیح هستم فایده نداره. چیزو بچه چجوری در بیاریم؟
خب عددها تواندار باشن. خب اگر این عدد بخش پذیر بود می نویسید، نشد رادیکالی می مونید. مثلا رسیدی به اینجا هم هیچی می مونید، این دید رادیکالی دی. درسته؟ ما اینجا بحثمون جذر اعشاری نیست دا. در این درس فصل چهار هیچ موقع ما جذر اعشاری نمیگیریم. مثلا بگین آقا رادیکال هفت شما جذر بگیر مثلا تا یه رقم اعشار، مال هفت و مشتون بود. اگر رادیکال ساده تر شد ساده میکنیم، توان و فرجه نشد همجوری میمونه. درست شد؟ خب بریم سراغ ضرب و تقسیم رادیکال ها. ضرب و تقسیم رادیکال ها، ضرب و تقسیم رادیکال ها. ضرب و تقسیم رادیکال ها. ببینید دو عدد رادیکالی هم فرجه باشن، مثلا رادیکال 3 ضرب داره رادیکال 5، فرجهشون چنده؟ 2. ببین فرجه ها مختلف باشه مال کتاب نیست، توی تست ها هست، اونو بهتون بعدا میگم، ولی در کتاب درسی فرجه ها مساویه. یه رادیکال می نویسی 3 5 تا 15. خب بعضی موقع هیچ کدوم از این رادیکال ها ریشه دوم ندارند، ولی یه رادیکال می نویسیم ضرب می کنیم 8 تا 16 تا، ریشه دوم 16 میشه چقدر؟ یا رادیکال 4. یا هیچ کدوم از عددها جذر دقیق ندارن، وقتی ضرب می کنیم حاصلشون جواب دارن، جذر دقیق دارن. درسته؟ و به طور کلی اگر ما دو تا عدد داشته باشیم با فرجه 2، یه رادیکال می نویسیم، عددهای زیر رادیکال رو در هم ضرب می کنیم. درست شد؟ یعنی مثلا باشه. اینا دیگه اینا مثالشون دیگه، A میتونه 2 3 باشه، B میتونه 5 باشه. یه رادیکال می‌نویسیم 3 5 تا 15. A میتونه 8 باشه، B میتونه 2 باشه. یه رادیکال می‌نویسیم 8 ضرب در 2 میشه. همه فرجه ها. خب حالا یکی یکی می‌بینیم جلو دیگه. مثلا ریشه سوم 5 ضرب داره ریشه سوم 7، یه ریشه سوم میذاریم میگیم 5 ضرب داره 7 35، ریشه سوم مثلا 2 ضرب داره ریشه سوم 4 میشه ریشه سوم 8، ریشه سوم 8 میشه 2. هیچ کدوم ریشه سوم نداشتن ولی ضرب کردیم ریشه سوم چی دارن. و اینم میشه گفت ریشه سوم آ ضرب در ریشه سوم بی میشه ریشه سوم آ ضرب در بی. تقسیمش هم همینه. خب مثلا ریشه سوم ریشه دوم آ تقسیم بره، یا رادیکال آ تقسیم بره رادیکال بی میشه رادیکال آ تقسیم بره بی. خب حالا تقسیم نشه کسریده، ممکن تقسیم بشه. مثلا رادیکال 8 تقسیم بره رادیکال 2، هیچ کدوم جذر ندارن. یه رادیکال می نویسیم 8 تقسیم بره 2 4، جذر 4 میشه چی؟ 2. اگه تقسیم نشد کسری می نویسیم رادیکال 7 تقسیم بره رادیکال 3، یه رادیکال می نویسیم 7 تقسیم بره 3 میشه 7 سوم. درسته؟ اینجا هم همینه، اینجا هم تقسیم شمونه. نه تنها با فرجه 2 و 3، هر فرجه‌ای داشته باشن مساوی باشن ضرب و تقسیم برقرار هست. خب میشه ریشه سوم آ به اون. درست شد؟
خب اگه کسی سوالی داره بگی تا اینجا. سوالی نیست؟ خب پاک کنم. خوابن خب بریم سراغ نمونه سوال ببینم اینجا دارم. بله خب حاصل عبارت زیر را به ساده ترین صورت بنویسید. بنویسید سوال، شما حل کنید. سوال حاصل عبارت های زیر را به ساده ترین صورت بنویسید. درسته؟ خب دو ریشه سوم 25 ضرب در 3 ریشه سوم 5. اولیش اینه، دومیش ریشه سوم 60 ضرب در ریشه سوم 9 بر روی ریشه سوم 20. اینا رو بنویسید. آره بنویسید. چه نمیسید دفتر؟ بله تمام شد. ضریب ها رو در هم ضرب میکنیم، رادیکال ها رو در هم. اون دو رادیکال 25 با فرجه 3، دو رو میگیم ضریب رادیکال، سه رو میگیم ضریب رادیکال جلوی، یعنی عددی که در رادیکال ضرب شده دیگه. درسته؟ بیا ببینم نیکان بنویس. 19000 19000 چجوری حساب کردی بدون ماشین حساب؟ در مورد ضرب می‌کنی، یعنی
125 ریشه سومش میشه 5. نه دیگه 6 زر داره 5، رادیکال از بین میره دیگه، 6 زر داره 5. خب اون ور بستم، کسی که سوالی داره اون ور اون ور برو اون ور بستم. بچه کسی سوالی داره؟ خب باز ضریب ها را چی؟ بی حساب کن. ضریب ها را در هم ضرب می کنیم، بعد رادیکال ها را در هم. اگه رادیکال ها ریشه سوم داشت جوابشو می نویسیم، اگه ریشه سوم نداشت همجور رادیکالی می مون دیگه. میشه 27 رادیکال ریشه سوم 27. نه ولی رادیکال بذارم، ولی دوستا حالا بذار بنویسشون اینجوری حل کرده دیگه. ایشون اومده صورت رو ضرب کرده درسته، بعد صورت رو تقسیم رو مخرج میکنه، ریشه سوم 27 چقدر میشه؟ ریشه سوم 27 میشه 7 و 3 بار ضرب کنی میشه 27؟ نه و 3 بار ضرب کنی میشه 27؟ عدد را 3 بار در خودش ضرب کن. آقا من یه سوال دارم، آقا از کجا میفهمی؟ بذار تموم بشه بعد سه مساوی سه. مرسی. حالا میتونستیم اینجا عدد کوچیک بود، بشین اگر عدد بزرگتر بود نمیایم ضرب کنیم، ممکن اشتباه کنیم، وقتگیر باشه. در اینجور مواقع که کسر ما صورت ضرب و ضرب مخرج ممکنه دو تعداد باشه یا سه تعداد باشه، میتونیم این کار انجام بدیم. یه رادیکال بزرگ با فرجه سه بنویس، بعد کسر رو بنویس، 60 ضرب داره 9 تقسیم بر 20. بعد اینجا ساده کن، 20 تقسیم بر 20 میشه 1، 60 تقسیم بر 20 میشه 3، میشه ریشه سوم 27 که میشه 3. خب اینم آتیلا چی میگی شما بگو؟ آقا از کجا میفهمیم ریشه سوم 27 چنده؟ میدونم ضرب میکنیم، مثلا عدد اگه گنده باشه از کجا باید بفهمیم؟ گفتم تجزیهش میکنی، تواندار مینویسی، توان را به فرجه تقسیم میکنی. آقا تبا تبا اینو گفته بود، حاصل اینو گفته بود، ماها حسینی هم گفته بود. خیلی خوب، بعد آقا ماها حسینی بفرمایید سوالتو بگو. استاد بخش وقتی که ما ضرب داشتیم اون وقت فرجا فرق میکرد، میتونیم ضرب کنیم؟ یعنی یکی زوج بود یکی فرد بود. در کتاب درسی فرجه های مختلف نداریم، نمیتونیم ضرب کنیم. در تست حالا بهتون میگم هم فرجه میکنیم، فرجه ها را یکی میکنیم بعد ضرب میکنیم. ما اگه فرجه مثلا جفتشون زوج بود یکی دو بود یکی چهار، ببین ساده من دارم میگم فرجه های مختلف، نگفتم زوج و فرد، گفتم اگه فرجه ها مختلف باشه در کتاب درسی نداریم، نمیتونیم هم ضرب کنیم. برای اینکه ضرب کنیم باید فرجه ها مساوی باشه، اگه مختلف باشه باید هم فرجه کنیم، فرجه ها را مساوی کنیم. دیدی دوتا کسر رو جمع میکنیم هم مخرج میکنیم، مخرج را یکی میکنیم، بله یا نه؟ اینجا هم فرجه ها را یکی میکنیم، درسته؟ بعد آقا تجزیهش هم میشه مثلا میگیم 27 یعنی 3 9 تا، بعد 9 هم میشه 3 تا، یعنی 3 ضرب در 3 ضرب در 3. بابا تجزیه رو ما از هفتم خوندیم. اونو بعدن بپرسید، بیایید در یه از یه دانش آموز دیگه بپرس. شما بگو آقا من تجزیه رو مشکل دارم. خب یه سوال دیگه حل کنیم.
همون ادامه شدی، شماره 3 رو بنویسید. بنویسید 3. بنویسید ریشه سوم 75، ریشه سوم 2 زر داره ریشه سوم 4. خب چهار دو زر داره ریشه سوم 16 زر داره ریشه سه رادیکال 4 با فرجه 3. خب اینا بنویسید. خب بگونم فرداد. آقا من جوابشو به دست نبردم، ولی ما اول باید بیریم رادیکال اولی و همونطور که فرجه سه داره باید ببینیم که چه عددی سه بار توایست ضرب شده که شده حد اون ریش نداریم. عددی سه بار ضرب داره 75، ریشه سوم دقیق نداره. نداره. خب اون رادیکالش از بین نمیره. مخرج چی میشه؟ مخرجش چی میشه؟ مخرجو باید حالا باید ببینیم. دو هم که خوب نمیشه، ولی دو ضرب در 4 میشه 8. 8 ریشه سوم 8 چی میشه؟ 2. خب 2 مخرجمون میشه 2. صورت هم میشه رادیکال 75 با فرجه 2. برو بنویس. با فرجه 2 با فرجه 3. خب صورت هیچ کاری نمیشه کرد، خودش رو بنویسیم. یه خط کسری بکش، صورت خودش رو بنویس. هیچ. پس رادیکالش کن با فرجه 3. خب آقا پایین هم شدش 8. خب ریشه آقا چی داری نمیشه؟ رادیکال 8 با فرجه 3 چی داری نمینیسی؟ یه رادیکال بنویس ضرب کن دیگه با فرجه 3 مساویه. خب ریشه 3 و 8 گفتیم چند میشه؟ خط کسری رو کش، مخرج 2، صورت هم خودش رو بنویسی. هیچ. بابا رادیکال داره، رادیکالش چی؟ دورا ولشون، اون صورتو بهش دست ندادیم که فرجش چی شد؟ دارم میگم صورت را نمیتونیم ساده تر بنویسیم، صورت خودشو مینویسیم. تو دوبار نوشتی، دوبارش هم رادیکال هست. اگه این سوالتو امتحان بدم باز اشتباه میکنی. خب
چهارمی درستون کجا هست الان تو کلاس آقای بختیار؟ فصل چهار کجا رو درست دادی؟ همون توان هاست داره مدرسه اون تقویتی هم داره؟ حضوریه؟ هم مجازی شد؟ دیگه تموم شد ترم رسید بچه کی میخواین؟ آقای نظری گفته اصلا ما مرسل نمیخواین باز کنیم. نه نه برای تقویتی. آخه وقتا بازم بشه شما تو تخته نمیبینید چیزی را دیگه حضوری چه فایده داره؟ باید تخته ببینید. خب ببینم نیکان بذار رضا بگه تو بنویس. رضا بگو کجا میری؟ نقش معلم رو بازی یاد بگیر. استاد اول میایم دو رو ضرب در سه میکنیم میشه چقدر؟ بعد 16 ضرب در 4 میکنیم میشه 64. رادیکال چیزم میزنیم سه ریشه سه. درسته. حالا ریشه سوم 64 چقدر میشه؟ 4 6 ضرب در 4 میشه 24. کاملا درست. آفرین. نه دیگه نه نویسی یه دفعه 24 6 ضرب در 4 مساوی 24. خب بچه ها اگه کسی سوالی داره بگی تو ضرب و تقسیمش. اون الان بالای تقسیم بود یا تقسیم نشد کسری میمونه. در واقع ما همون ضرب و تقسیم و کسر رو داریم. رادیکال ها میگه آقا اگر مساوی این یکیشو بنویس آخر سرم ریشه سوم داره بگیر، نداره بذار بمون. اما جمع و تفریقش داستانش خیلی فرق میکنه. داستان جمع و تفریق خیلی فرق میکنه، خیلی چالشی تر از ضرب و تقسیمه. ببینید رادیکال ها جمع و تفریق نمی شوند مگر اینکه این نکته رو داشته باشید. رادیکال ها جمع و تفریق نمی شوند. یعنی رادیکال دو به علاوه رادیکال سه جواب ندارد، همینجوری میمونه. رادیکال 5 منهای رادیکال 7 جواب ندارد، همینجوری میمونه. هیچ چیزی دیگه رسیدیم به سوال اینجوری شد همینجوری میمونه دیگه. عدد گنگی کاری باش نداری. اما این امای خیلی مهمه. اگر اعداد زیر رادیکال ها دقیقاً مثل هم باشند ضریب آنها با هم جمع یا تفریق می شود. مثال اگر 5 رادیکال دو داشته باشم با 3 تا رادیکال دو میشه چند تا رادیکال دو؟ اینه میشه 8 رادیکال دو. مثل اینکه 5 آب علاوه 3 آب میشه 8 رادیکال دو. اگر من داشته باشم 9 دا رادیکال 3 منهای 5 تا رادیکال 3 میشه چی؟ میشه 4 تا رادیکال 3. درسته؟ بچه درسته؟ تا اینجا درسته؟ من اینا رو میگم دیدین آقای بختیاری مثلا هفته بعد اومد همه اینا رو یه دفعه گفت، یه جلسه هم فوق العاده گذاشت تموم شد و امتحان می‌خوایم بگیریم. مگه نگفتم که خب
برای ترم هست دیگه. نه تو توان باشید چجوری گفته؟ رضا سوال داره. هشت و عدد پشت عدد رو نفهمیدم چجوری به دست میاد. شما پنج آ به علاوه سه آ رو چجوری به دست میاری جوابش؟ آقا پنج آ به علاوه سه آ عبارت جبریه دیگه، میشه چند آ؟ پنج تا پرتقال داشتی، سه تا مامان جونت بهت داد، چند تا پرتقال داری؟ هشت تا دیگه. پنج تا کیوی داری، سه تا بابات کیوی داد به تو، چند تا کیوی داری؟ فهمیدی؟ پنج تا از این بازی های کامپیوتری داری، سه تا مثلا دایت بهت داد، درسته؟ نه تا نارنگی داشتی، پنج تاشو خوردی، چند تاشون؟ تأثیری نداره اون رادیکالا، درسته؟ خب چی حل شد سوال رضا؟ رضا سوال داره. آقا یه سوال، الان تو گفتین مثلا رادیکال دو با رادیکال سه جواب رادیکالی نداره، ولی مثلا میتونیم خود رادیکال دو و سه رو به خود مثلا عدم مثلا سه رو بکنیم یک کنیم مثلا دو هم بکنیم؟ نه نه، اون حدودی میشه، اون تقریبی میشه، جایی که تقریبی میخواد. ما اینجا فعلا کار با اعشاری نداریم، یه عدد رادیکالی رو جذب بگیریم و آره موقع این در عدد رادیکالی جمع و تفریق رادیکالی نداره، ندارن دیگه، نوشتم دیگه جمع و تفریق نمیشن مگر اینکه ضریب هاشون تعدادشون درست شد. بله، اما تو امتحان اینجوری ساده نمیدن، داستانشون از اینجا شروع میشه که سختی این دست اینجاست یه قسمتش. خب خب ببینید، میگن اینو ساده کن. رادیکالاش یکی هست. در اینجا ما میاییم اینها را تجزیه شون میکنیم. هشت میشه چی تجزیهش؟ دو به توان سه. هیجده میشه تجزیهش چی؟ دو ضرب در سه به توان دو، درسته؟ پس من میام به جای 8 مینویسم 2 به توان 3 را مینویسم 2 به توان 2 ضرب در 2. چرا؟ توان تا با فرجه ساده بشه. خب هر زمان توان بزرگتر از فرجه بود ساده نشد، خوردش کنید دیگه، 2 به توان 2 ضرب در 2 میشه 2 به توان 3. خب 18 را مینویسم چی؟ 2 ضرب در 3 به توان 2. بچه ها اگر زیر رادیکال ضرب باشه، خوب دقت کنید، اگر زیر رادیکال چی باشه؟ ضرب باشه، هر کدوم از این عدد ها ریشه داشته باشن، جذر داشته باشن، از رادیکال میاد بیرون. الان این توان دو با این رادیکال از بین میره چون مثبت دو میاد بیرون، اما این رادیکال با دوش میمونه، درسته؟ میگیم رادیکال هشت ساده شد، شد دو رادیکال دو. الان اینجا این دو که میمونه هیچ، اما سه به توان دو، دوش با رادیکال میره سه میاد بیرون، رادیکال دو، درسته؟ الان اعداد زیر رادیکال مساوی شدن یا نه؟ میشه دو رادیکال دو به علاوه سه رادیکال دو میشه پنج رادیکال دو. حالا اگر عدد کوچیک باشه شما این کار رو میتونید انجام بدین، مثلا نها کنید به ما میگن رادیکال پنجاه به علاوه یا منهای رادیکال 18. خب به جای اینکه تواندار بنویسید عدد کوچیک باشه، به شرطی که شما بیاید 50 را دو تا عدد بنویسید که یکی جذر داشته باشه، مثلا 25 ضرب در 2 به جای 5 به توان 2 میتونید 25 هم بنویسید، به علاوه 18 را بنویسم 9 ضرب در 2، عدد کوچیک باشه. اما عدد بزرگ باشه تجزیهش میکنیم. اگر دو تا عدد ضرب باشه زیر رادیکال، هر کدوم جذر داشته باشه میاد بیرون، جذر 25 میشه چی؟ 5.
رادیکال دو میمونه. جذر 9 چقدر میشه؟ اما دو جذر نداره، میاد بیرون. رادیکال ها یکی شد، 5 رادیکال دو با 3 رادیکال دو میشه 8 رادیکال دو. یه دونه یعنی 5 تا پرتقال داشتیم، 3 تا هم خریدیم، 3 تا هم از باغ بغلی دزدیدیم. خب ببریم به خونمون به بابامون بگیم ما 8 تا پرتقال آوردیم. آره آره. خب درست شد. پس تجزیهش یه مقدار کار میبره اونایی که مشکل دارن بیشتر کار کنن. و یه مثال دیگه، مثلا جذر، الان من ریشه سوم جلسه سه شنبه میگم، ریشه سوم اینجا بگم با این قاطی میکنم. مثلا فرض بگیریم که 32 منهای رادیکال خب 8 میتونی تجزیهش کنی، میتونی 32 رو ضرب دو عدد بنویسی که یکی جذر داشته باشه، بزرگترینش میگم 16 ضرب داره دو، 16 جذر داره دیگه، درسته؟ منهای آره 8 ضرب بنویسم 4 ضرب داره 2، درسته؟ ضرب دو عدد که یکی جذر داشته باشه، جذر 16 چقدر میشه؟ میشه 4 رادیکال 2. جذر 4 چقدر میشه؟ 2 میاد بیرون، 2 رادیکال 2. 4 منهای 2 میشه 2 رادیکال 2 که خودش. آره درست شد. بچه این داره بنویسین، اگه کسی سوالی داره بگه. چی؟ آره اون دو رادیکال دو میشه 8 دیگه، این چقدر دو رادیکال دو رو 8 نمی نویسیم. ببین به طور کلی عددهای تواندار اگر توان بزرگتر از فرجه باشه، خوب دقت کنید، اگر توان بزرگتر از فرجه باشه تقسیم نشه. ببین مثلا ریشه دوم 7 به توان 7، 7 به 2 تقسیم نمیشه. نمیتونیم بگیم آقا ساده نمیشه. ریشه سوم مثلا 5 به توان 13، خب ریشه سوم مثلا 6 به توان مثلا 10، ریشه دوم نمیدونم 12 به توان 21. خب توان اگر بزرگتر باشه میاییم این توان رو با فرجه یه جوری به اصطلاح کاری میکنیم که ساده بشه. 7 به توان 7 من میتونم بنویسم 7 به توان 6 ضرب داره 7 دیگه، درسته؟ حالا فرجه 2 طبق اون تعریف توان تقسیم بر فرجه بشه، این عدد میشه 7 به توان 3 ضرب داره رادیکال 7، این زیر رادیکال میمونه. خب من چرا این کارو میتونیم انجام بدیم؟ چون یه رادیکال میتونیم دو تا رادیکالش کنیم. نگاه کنید، من میتونم بنویسم 7 به توان 6 ضرب داره 7، اینو میتونم دو تا رادیکال بنویسم دیگه، چون دو تا رادیکال میشدن یه رادیکال دیگه. توی امتحان نمیام دوباره اینو بنویسم بگم آقا این یه رادیکاله، توانش با فرجه چی میشه؟ ساده میشه، میشه 7 به توان 6 تقسیم بر 2 میشه 3، این رادیکال 7 میمونه دیگه. اینجا همین کار انجام میدیم. الان اینجا 13 که به 3 بخش پذیر نیست، می‌نویسیم ریشه سوم 5 به توان 12 ضرب در 5. حالا 5 به توان 12 بخواد از رادیکال بیاد بیرون، توانش تقسیم بر فرجه میشه، میشه 5 به توان 12 تقسیم بر 3 4، رادیکال 5 با فرجه 3. این یکی میشه ریشه سوم 6 به توان 9 ضرب در 6. خب 9 تقسیم بر 3 میشه، میاد بیرون میشه 6 به توان 3 رادیکال 6. یا این یکی 12 به توان 21، ریشه دوم 12 به توان 20 ضرب در 12. خب
حالا 12 به توان 20 میاد بیرون میشه 12 به توان 10 ضرب در رادیکال 12. درست شد؟ نه دیگه، دیگه ساده تر از این نمیشه. میشه 12 هم میتونیم بنویسیم، 4 ضرب در 3 اونم بیاد بیرون، نمیخواد همینقدر. خب بچه خسته نباشید، تا سه شنبه گویا کردن مخرج کسر مونده و بعد برمیگردیم مرور کلی. پنج شنبه با هشت ماست. خسته نباشید.